سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان به مناسبت روز جهانی برادری مبتنی بر انسانیت بیانیه‌ای صادر کرد. به گزارش شیعه ویوز، اخبار شیعیان جهان به مناسبت روز چهارم ماه فوریه، 16 بهمن ماه، روز جهانی برادری مبتنی بر انسانیت، سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان وابسته به بنیاد جهانی حضرت آیت الله العظمی شیرازی بیانیه‌ای صادر کرد که در بخشی از آن آمده: خدای متعال در قرآن کریم شماری از عبارتها و مثلها آورده و طی آن همگان را بدون استثناء از نصیحتها و خیرخواهی و هدایت خیش برخوردار کرده و از این ره گذر همگان را به عدالت و مساوات و خیرخواهی برای دیگران فراخوانده است. در این معنا بر اهمیت برادری و حسن رفتار با یکدیگر و در عین حال لحاظ داشتن جنس بشری تاکید داشته و به کنار گذاشتن اعتبارات نژادی بین همگان فرمان داده است. در همین راستا رسولان و پیامبران الهی سنت‌هایی را بر پایه تعالیم آسمانی یعنی برادری انسانی بنیان نهادند. بدین ترتیب شیوه و میراثی برای بشریت بر جای نهادند، میراثی که پیروی از آن امنیت، همزیستی مسالمت آمیز و شکوفایی اجتماعی را تضمین و تأمین می کند. شیعه راستباش در ادامه اظهار داشت: پیامبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله نیز ایمان را قرین و همسنگ خیرخواهی برای برادران خواندند و زیباترین و والاترین تابلو انسانیت را به نمایش گذاشتند، آنجا که فرمودند: ایمان هیچ یک از شما کامل نمی شود تا هنگامی که آنچه را برای خود می پسندد برای برادر مسلمانش نیز بپسندد. حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام نیز در عهدنامه خود به کارگزارش بر مصر بر این مقوله تأکید داشته و فرمودند: مردم دو دستند، یا برادر دینی تو و یا در آفرینش همانند تو هستند. سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان به مناسبت روز چهارم ماه فوریه، 16 بهمن ماه که به عنوان روز جهانی برادری تعیین شده است، از جامعه جهانی مانند سازمان‌ها و دولت‌های جهانی می‌خواهد همراه و همصدا نقض حقوق به ویژه کشتار، شکنجه، سرکوب و تحریک مداوم برای نفرت افکنی و دیگر رفتارهای زشت و نکوهیده نجات پرستان را متوقف کنند و از رهگذر اقداماتی قانونی و عرفهای اجتماعی برآمده از مبانی حقوق بشر از رفتارهای ضد انسانی و نجات پرستانه جلوگیری کنند.